چند لحظه دیگر گفتگوی هفتگی ما آغاز می شود با آقای دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و تاریخ. جناب دکتر میلانی، شب شما خوش. من شب شما و شنوندگان عزیزتون خوب و خوش و پرسلامت. امروز به نظرم درباره 70 سال حزب توده در ایران و حال برخی از شخصیت‌های مربوط به این حزب مطالبی بیان کردند. من خواستم از جناب عالی که تحقیق کردید درباره نقش این حزب در دوران محمد رضا شاه پهلوی و در کتاب هم آمده است، به این مناسبت اگر اشکالی ندارد آگاهی‌هایی به شنوندگان ما بدهید آقای دکتر. با کمال میل، من هم در کتاب شاه و هم در اون کتاب نامداران ایران چند تن از کسانی که با حزب مرتبط بودند، از جمله روزبه، از جمله خلیل ملکی، به لحاظ اونها این مقداری تاریخ حزب رو منظمتر و زندگی این افراد رو منظمتر مطالعه کردم. در کتاب شاه طبعا نقش بسیار بسیار مهم می داشت این حزب، اونجا بررسیش کردم و خود من هم به هر حال جزو گروه های منتقد حزب توده بودم. ما جز در کنفدراسیون، این رو محض اطلاع شنوندگان میگم که بدونن سوابق از چه لونه، من در دوران دانشجویی با گروهی همسو بودم که خودشون رو در واقع منتقدین حزب توده میدونستن و به همون لحاظ هم یه مقداری به تاریخ حزب در جوانی منطقه اون بار از منظر ایدئولوژیک علاقه داشتم. الان گنجکاوین طبعا بیشتر از منظر تاریخی و غیر ایدئولوژیکه. در این حال این هم واقعا به نظر من در مورد هر کسی که با حزب توده تماس داشته شاید این صدق میکنه. من شخصا یک برخی از نزدیکترین دوستانم کسانی بودن که در حزب توده زمانی فعالیت میکردن. اینها انسانهای به گمان من به غایت شریفی بودن، بعضی از شریفترین انسانهایی بودن که من میشناختم یا میشناسم. رحمان حاطفی که جز رهبران بنیانگذاران تشکیلات حزب توده بود، در ماه سالهای قبل از انقلاب دوست بسیار عزیز و نزدیک من بود، یا خانمی به اسم فردین مدرسی، هر دوی اینها در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شدند. فردین مدرسی واقعا یکی از دلیرترین و فرهیخته‌ترین زنانی است که من در زندگی دیدم. منتها من باش اختلاف نظر داشتم، او توده‌ای بود، رحمان توده‌ای بود. ما در این اینکه اختلاف نظر داشتیم به خصوص قبل از انقلاب، بعد از انقلاب روابطی کمی دشوارتر می شد، برای اینکه اونها از انقلاب دفاع می کردن و سخت هر روز سختتر و سختتر می شد که با ببینم که کسانی به این شکل دفاع میکنن. و وقتی هم که به گذشته حزب توده برمیگردیم، واقعا بعضی از بهترین ذهنهای قرن بیستم ایران زمانی با حزب توده رابطه داشتن یا زمانی به حزب پیوستن، از ابراهیم گلستان و خلیل ملکی بگیری تا دکتر باهری. لیست خیلی زیاده واقعا. وقتی که 150 نفر رو من می نوشتم، تعداد کسانی که در این 150 نفر بودن و در جوانی حداقل یک دوره خودشون یا خانومشون با حزب توده بود، به راستی شگفت انگیز. از مجیدی بگیرید و خانم وکیلی تا نهاوندی که نسبت داشت با این خالصه، یک رخنه وسیع اینها در حزب توده در فضای روشن فکری ایران کرد.
به گمان من در این حال به رغم اینکه این خصوصیات انسانی در افرادش بود، این توان شگفت‌انگیز در جلب این افراد بود، به گمان من یکی از زیانبارترین نیروهای سیاسی بود که در قرن بیستم در ایران فعالیت کرد. در اینکه به رغم میل کسانی که از سر میهن پرستی یا عدالت خواهی به حزب میپیوستند، سرنخ حزب از روز اول دست نیروی خارجی بود، یعنی شوروی، و حزب رو چون ابزار مطلق سیاست خارجی خودش تلقی میکرد، براش کوچکترین اهمیتی نداشت. در مقاطع مختلف ما این رو میبینیم که چه بر سر این افراد میاد، چه بر سر امیدهای اینها میاد. اگر منافع حزب کمونیست شوروی اقتضا میکرد، حاضر بودن همه حزب رو فدا بکنن و در مقاطعی فدا کردن. وقتی که تصمیم گرفت استالین که فرقه دموکرات رو ایجاد بکنه و در یک دستورالعمل 13 ماده‌ای دستور دقیق و اکید داد که این فرقه درست بشه، شعارش چی باشه، روزنامه‌اش چی باشه، تعداد روزنامه‌هاش چی باشه، به حزب توده هم دستور دادن که تشکیلاتشون رو در آذربایجان منحل کنید، همه رو به فرقه بپیوندید و جیک کم نزنید. هرچی هم فرقه میگه، حتی اگر برخی در فرقه خواست جدایی طلبی داشتند، شما حق اعتراض ندارید. و کسانی هم که اعتراض میکردن مثل خلیل ملکی، یک عمر تو به این رو خوردن. در به گمان من در مقاطع بسیار حساس تاریخ ایران، حزب توده به لحاظ این که سرنخش نه در داخل و نه در عدالت خواهی اعضاش بلکه در منافع شوروی بود، در هر مقطعی که من میشناسم تصمیمی که گرفت به زیان ایران تموم شد و بسیاری از جوانهای فرهیخته مملکت رو یا دم تیغ داد یا به زندان فرستاد یا به نومیدی کشوندشون یا به تبعید فرستادشون. یک سبک معارضه فکری در ایران جا انداختن که هنوز به نظر من فضای روشن فکری از لوس این پاک نشده. این حملات شخصی، این به جای مواجهه با فکر یه نفر پرونده سازی کردن، فحاشی کردن، برچسب زدن، این سیاق رو تا حد زیادی به گمان من میشه به مسئولیتش رو به حساب حزب گذاشت. در این که میگم واقعا بعضی از فرهیخته ترین و فرزانه ترین و میهن پرست ترین آدم ها هم جذب میشدن، برای اینکه اونها جذب وابستگی به شوروی نمیشدن. اکثر اینها خبر نداشتن از این قضیه، فکر میکردن شعارهای عدالت خواهانه یه حزب است، فکر میکردن که یک ناکجا آبادیست، یک تصور کاملا غلطی از اون چه که در شوروی میگذشت داشتن. این رو هم در دفاع از توده‌ای های ایران بگم که اونها تنها نبودن که این شبهه رو داشتن. اروپا که خیلی به شوروی نزدیکتر بود، آزادی بیشتری وجود داشت، کتاب‌های متعددتری بود، کتاب‌های انتقادی به راحتی بیشتری قابل دسترسی بود. می‌بینیم بعضی از برجسته‌ترین روشنفکرای اروپا هم، بعضی از برجسته‌ترین روشنفکرای آمریکا هم دقیقاً در همین مسیر افتادن، یعنی به حزب‌های توده خودشون، چه حزب کمونیست فرانسه، چه حزب کمونیست ایتالیا، چه حزب کمونیست آمریکا. الان اسنادی که در اومده نشون میده که حزب کمونیست شوروی جزئیات تصمیمات حزب کمونیست آمریکا رو تعیین میکرد و میدونیم که نویسندگان معروف، روشنفکران معروف، فیلمسازهای معروف، هنرپیشه‌های معروف در زمانی به این دام افتادند، یا به قول اون کتاب معروف به این خدایی که ناکام موند یا خدایی که شکست خورد،
کردند و در ایران رو کردن به این خدای شکست خورده توده ای که گمان من صدمه بسیار بسیار زیادی زد، که در دوران قبل از مصدق، یعنی در دوران آذربایجان، که در دوران مصدق چه حملاتی که به مصدق میکردند در یک مقطع، چه قدرت نمایی های کاذبی که میکردند در یک مقطع دیگه، چه شعارهای رادیکالی که میدادند در یک مقطع دیگه، چه شعارهای تندی که دادند در 25 مرداد 26 مرداد وحدتشون با آیت الله خمینی، در 15 خرداد وحدتشون با تیمسار بختیار، کسی که شکنجهگر توده‌ای ها بود، کسی که فرماندار نظامی به اصطلاح تهران بود، بنیانگذار ساواک بود، کسی که به گفته خودش، من در کتاب نقل کردم، خودش جزئیات شکنجه ها رو میگه و میگه که عمده این شکنجه ها متوجه شبکه نظامی حزب توده بوده. اونها با این شخص وحدت میکنن، دیدار میکنن. شبکه حزب توده در تهران که ساخته ساواک بود، شهریاری مرد معروف هزار چهره، مردی که در قتل بختیار هم دست داشت، اونجا رو که نگاه میکنید، کسانی که درون اون تشکیلات کشیده شدن و از اون طریق ضربه ها خوردن و ضربه هایی که اون تشکیلات به تشکیلات دیگه زد، همه اینا رو کنار هم میذارید و بعد ببینید از لحاظ فکری این ساده انگاری شبه مارکسیستی که رواج دادن از طریق نوشته های کسانی مثل طبری، کسانی مثل آریانپور، که واقعا وقتی نگاه میکنید به نوشته هاشون چیزی جز تکرار دست دوم نوشته های دست سوم مارکسیزم دست چهارم روسی نیست، این توی فضای در ایران رواج پیدا کرد، یه نوع فکر رو در ایران رواج پیدا کرد، رواج داد، یک نوع ساده انگاری رو در ایران رواج داد که به نظر من زیانش کم نبود و گمان من این است که دلیل رواج حزب توده در ایران، چون عنوان، اگه بخوایم به تاریخی بهش نگاه بکنیم، باید بپرسیم که چرا حزب توده تونست انقدر قدرتمند بشه و چرا مثلا خلیل ملکی یا جریانهای دیگه از مارکسیست که در ایران بودن و بودن، یکی نبود، چرا اینا انقدر قدرت گرفتن؟ همسایگی شوروی بدون شک عامل، کمک شوروی بدون شک عامل مهمی، ولی به نظر من شاید دلیل عمدش شباهت عمیقی است که بین فکر توده‌ای و فکر اسلام از نوع اسلام به اصطلاح آقایون فقاهتی وجود داره، یعنی اون مطلق اندیشی، اون سیاه و سفید دیدن دنیا، اون اقتدا به یک ولایت، چه ولایت حزب باشه چه ولایت شخص باشه، اون اقتدا به یه سری کتب مقدس مطلق، اون استفاده از این کتب به جای استقلال منطقی، کافیست شما از یک کتاب نقل بکنید، از لنین نقل بکنید، این به جای استدلال استفاده می شد. اینها در یه شیارهایی وارد شد، این نوع تفکر به اصطلاح عرفیه، به اصطلاح مارکسیستیه، به اصطلاح علمی، که برای جامعه ایرانی خب هزار سال سابقه داشت و این همسویی هست که به گمان من سبب این ریشه پیدا کردنش شد. و الانی که جامعه ایران در سطح وسیع به گمان من این نوع تفکر رو باق گذاشته و ترک کرده و به یک بلوغ فکری عظیمی رسیده و خود جامعه برای خودش میاندیشه، محتاج ولی و روشن فکر منجی نیست، میبینیم که دیگه حزب توده هم و تفکر توده‌ای هم و
و تفکر مارکسیستی استالینیستی هم دیگه به گمان من محلی از اعراب نداره. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی. ترورهای منتسب به حزب توده چه ها بوده؟ متاسفانه بایستی گفت که این شیوه هم شیوه های ترور درون حزبی هم و شیوه ترور کسانی که با حزب مخالف بودن و حزب فکر میکرد که میتونه به لحاظ شرایط سیاسی کاسه گذر سر دیگران بشکنه، مثلا کاسه گذر سر دربار بشکنه. اگر مسعود هم به دربار حمله میکنه، هم به اشرف حمله میکنه، هم به حزب توده حمله میکنه، اگر سرش بکشنش میتونن اون فضا رو طوری جب رو طوری جهت بدن که همه فکر کنن دربار او رو کشته. از این نوع تعداد، از این نوع قتل ها هست و قتل های درون سازمانی، قتل های کسانی که فکر میکردن که ممکنه اینها بخوان ول کنن برن، یا اینها دارن با روکندو همکاری میکنن. حتی کسانی مثل روزبه که جزء قهرمانان حزب هستن، دستشون به این خونها متاسفانه آلوده است. خود در بازجویی‌هاش به بعضی از این ماجراها استناد میکنه. واقعا انقدر ماجرا غریبه، انقدر شنیعه که آدم فکر میکنه که فقط در ادبیات اتفاق میفته، و به نوعی در ادبیات اول انتخاب اتفاق افتاده. این در داستایفسکی ما به شاید اولین مورد این نوع قتل های درون سازمان های انقلابی برمیخوریم. داستایفسکی رمان بقایت زیبایی داره که در فارسی به گمان دو تا ازش ترجمه هست، در انگلیسی هم دو تا ترجمه هست، حداقل دو ترجمه در انگلیسی هست. در فارسی به نام شیطان ها فکر میکنم ترجمه شده، در انگلیسی رمان دیولز هست. مبنای این رمان یک شخصیت واقعی تاریخی است به اسم نچایف. نچایف یکی از چهره های براستی شگفت‌انگیز تاریخ انقلاب روسی است. من در کتاب مباحثی در مورد توتالیتاریسم معروفترین رسالش رو که عنوان رساله عملیه انقلابی کرکزم و رولوشنری هست، و خیلی ها فکر میکنن تئوری لنین در مورد حزب و ساخت حزب برخواسته از این کتاب هست، من اون رو ترجمه کردم. نچایف یه چهره بسیار بسیار مرموز، پیچیده، خوش صحبت، خوش فکر، خوش قلمی بود که یک جریان آنارشیستی رو راه انداخت، یه حزبی راه انداخت، و بعد فکر کرد که، و توضیحاتی هم که میده دقیقا از نوع اون مفهوم که بعدها لنین ازش به عنوان سنترالیزم دموکراتیک یاد میکرد، یعنی تمرکز مطلق، تبعیت از رهبری. این صورتبندیش اول در نچایف صورت میگیره. بعد نچایف یه گروه خیلی کوچیکی داشت، ولی شهرت داده بود که یه گروه سرتاسری در روسیه داره. حتی رهبر آنارشیستای اروپا رو در سفری به اروپا متقاعد کرده بود که این نماینده یک جریان بسیار قدرتمند سرتاسری روسیه است. پدیده‌ای که حزب توده و گروه های دیگر هم در ایران دقیقا این کار رو میکرد. مثلا 20 نفر بودند، یه جوری وانمود میکردن که شبکه عظیم سرتاسری دارن، و اون شدت عملی هم که ساواک در مقابلشون نشون میداد دقیقا این اسطوره اینها رو تایید میکرد. به جای اینکه بره ساواک مثلا شبکه روحانیت رو بگیره، که آخونده رو بگیره که در کل مملکت رخنه داشتن، میرفتن دنبال این 15 20 تا روشنفکری که کل جمعشون رو میزدی 300 نفر نمیشدن با طرفدارانشون و سمپاتاشون. ولی
این شهرت نچایف دقیقا این شهرت رو میداد و این شیوه رو مرسوم کرده بود و این قول رو که هدف وسیله رو توجیه میکنه. بعد یکی از اعضای حزب گروهش تصمیم میگیره ول کنه بره و نچایف تصمیم میگیره که این برای گروه خطرناکه و حتم میکنه به یکی و در اون جلسه او رو میکشه. وقتی که دادگاه این شخص نچایف واقعی تاریخی در یه شهری صورت میگرفت، داستایفسکی از قضا در اون شهر بود و این رو در روزنامه میخونه، خیلی علاقه مند میشه، دنبال این قضیه رو میگیره و این رمان رو مینویسه. یکی از شگفت‌ترین به گمان من رمان‌های تاریخ ادبیات، برای اینکه تقریبا در 1880 تمام اونچه که ما فکر حزب توده‌ای میدونیم، فکر استالینیسم میدونیم، رژیم استالینیستی میدونیم، داستایفسکی در اونجا پیش بینی کرده و بر اساس نچایف پیش بینی کرده و بر اساس این قتل همرزمای خودت به شبهه اینکه شاید دارن بل میکنن میرن یا شاید دارن همکاری میکنن با پلیس، اون تا اونجایی که من میدونم اولین قتل از این نوع و خب در درون حزب از این موارد اتفاق میفته و گاهی هم بی انضباطی هایی که در درون حزب وجود داشت اونها رو به مخمصه هایی دچار میکنه. یعنی مثلا در قضیه اولین تلاش برای ترور شاه، این شخص یه آدم بیش و کم نیمه مجنونی بود که با یک توده‌ای از جوانی رابطه داشت. این ناصر فخرآرایی منظورتونه؟ دقیقا، ناصر فخرآرایی با یک شخصی که بعدها توده‌ایشه و یک کتاب بسیار درخشانی نوشته به اسم پنج گلوله برای شاه، اینها با هم از جوانی رابطه داشتن و میگه اون تو کتاب پنج گلوله برای شاه میگه که این آدم ناراحتی بود، در واقع میگه که زیاد چیز درست حسابی نداشت، دائم در فکر این بود که شاه رو بکشه. یه دفعه رفته بود مسابقه تنیس شرکت کرده بود شاه رو بکشه، یه دفعه رفته بود اصفهان شرکت کرده بود شاه رو بکشه. این وقتی توده‌ای میشه به کیانوری میگه که یه چنین کسی هست و یه چنین کاری میخواد بکنه. کیانوری مسئله رو به حزب کمیته مرکزی دفتر سیاسی حزب گزارش میکنه، اونا هم اکیدن منعش میکنن از اینکه با این کار و با این شیوه و با این شخص تماسی برقرار کنه، ولی کیانوری سر خود به این عضوش میگه که تماسش رو ادامه بده. حتی شواهدی در حکایت از اون داره که کمک میکنن به اینکه تفنگی هفتیری برش پیدا بکنن و دقیقا این خط بسیار باریک ارتباط باعث میشه که کل ماجرای فخرآرایی رو به حساب حزب توده بذارن، بر اساس اون به اصطلاح غیر قانونی اعلامش بکنن که در واقع غیر قانونی هم نبود، همه امکانات قانونی رو داشت، فقط تحت عنوان نشریات مختلف و گروه های مختلف فعالیت میکرد. یعنی این اشتباهات شخصی هم به گمان من مزید بر علت میشه. مثلا اشتباه دیگر شگفت انگیزی که میکنن که واقعا خیلی بعیده در قرن بیستم، نیمه تقریبا دوم قرن بیستم، یه سازمان سیاسی تشکیلاتی مخفی این کار رو انجام بده. تمام لیست تشکیلات نظامی حزب توده رو اینا در یه دفتری نوشته بودن، دفتری که دست عباسی بود، با رمز نوشته بودن، با رمز بسیار پیچیده نوشته بودن، رمزی که گویا خود روزبه درست کرده بود، ولی به هر حال در یه جا همه اینها بود و که
امکان این وجود می داشت به دقت تیمسار علوی کیا به من می گفتن یه دفعه در یکی از مصاحبه‌هاش می گفتن که اگر دعوای بین رکنده و پلیس و اطلاعات پلیس و اینها نبود، شبکه نظامی حزب توده در 52 لر رفته بود. یعنی در 52 اینا خبردار میشن که در 1952 یه جلسه ای در یه خانه ای در نزدیک دروازه قزوین هست و در اونجا میرن و معلوم میشه که این جلسه در واقع مرکزیت این شبکه نظامی بوده. ولی در این دعوایی که بین رکنزده و پلیس درگیر میشه، یکی از اون افسرهایی که در اون ماجرا دست داشته و خودش جزء افسران شبکه نظامی حزب توده بوده، تمام اسناد رو تو جیبش میذاره و قائمش میکنه و دست اینها نمیفته. بعدها اینا میفهمن که میتونستن شبکه رو در اون زمان پیدا بکنن. ولی اینکه یه چنین دفتری وجود داشت و تونستن این دفتر به دست عباسی بیفته و همه رو برن بگیرن، خب خیلی غریبه در نحوه فعالیت مخفی یک سازمانی که اونم در ارتش، کار سیاسی در ارتش، شبکه کمونیستی در ارتش در ایران درست کردن، خیلی ریسک کردن بود. آقای دکتر میلانی، مرحوم تیمسار مبصر که سالها پیش در همین برنامه من باشون مصاحبه می کردم، ایشان می گفتن که رمز این دفتر اسامی افسران حزب توده رو که بهش می گفتن رمز مثلثاتی، ایشون کشف کردن و در اختیار بختیار گذاشتن، تیمسار بختیار. روایات متعدده، یه روایت هست که ایشون چیز کردن، یه روایت هست که بعضی دیگه درست کردن، یه روایت هست که خود عباسی رو شکنجه کردن و او رمز رو شکست، یه روایت دیگه هم هست که افسرهای اطلاعاتی آمریکا کمک کردند، برای اینکه خیلی رمز پیچیده بود و با کمک اونها درست شد. من واقعا به قطع نمیدونم که کدوم یکی از این روایات درسته، ولی کلن اینکه یه چنین دفتری وجود داشته باشه خیلی برام عجیبه. به علاوه من یه نکته دیگری هم که مهم هست این است که من در کتاب شاه وقتی که به این قضیه اشاره کردم، یعنی به قضیه شبکه نظامی حزب توده، به این نکته هم اشاره کردم که گفته میشه که یک شبکه از درجه داران هم وجود داشت و اون شبکه هرگز لو نرفت و معلوم نشد که چی شد. بعد که کتاب در اومد، آقای ثابتی به من یه دفعه زنگ زدن و گفتن که این نکته از لحاظ تاریخی درست نیست، برای اینکه چنین چیزی وجود نداشت و ما تحقیقات خیلی مفصلی کردیم و به نظر میرسه که این در مقوله اسطوره است. این خلاصه اینکه آیا یه شبکه درجه داران هم در کنار شبکه افسران وجود داشت، به نظر میاد که شاید برخلاف اون چی که در کتاب شاه من گفتم وجود نداشته و اسطوره بوده. ولی بعضی از این نکات رو خیلی دشواری میشه پیدا کرد. خود مثلا خود لو رفتن حزب توده، تشکیلات حزب توده در دوران رژیم جمهوری اسلامی، خب این رو بیش و کم میدونیم که اینها با یک علم عجیبی در بیش و کم یک فاصله خیلی اندکی تمام حزب و
کادرها و رهبری رو گرفتن. حتی مثلا طبری قرار بود که چند روز بعد خارج بشه از ایران. اینا حتی میدونستن که کی مسئول خارج کردن طبری است و میرن طبری رو اونجایی که مخفی بوده میگیرن. من این رو از خانم شهران طبری شنیدم که در واقع برادرزاده طبری بودن و هستن. یعنی اطلاعات بسیار بسیار دقیقی داشتن. حتی وقتی که میرن در منزل رحمان حاتفی، منزل چند طبقه بود، دقیقا اینا لیست داشتن که کی در اونجا زندگی میکنه، کی بایستی گرفته بشه، کی بایستی ازش مثلا بخوان که فردا بیاد کمیته. یعنی اطلاعات دقیق داشتن از این شبکه. این اطلاعات رو چگونه به دست آوردن؟ یه عده میگن که CIA بهشون کمک کرده. این روایتی است که خب توده یا خیلی دوست دارن. کوزیچکین، یه عده میگن کوزیچکین گفته. ولی به گمان من اصلا پذیرفتنی نیست که چطور کوزیچکین میتونه مخفیگاه کیانوزی رو و طبری رو و عمویی رو و شلتوکی رو و بعد همه اینها رو بدونه. اگر میدونست گناهش به عهده حزبه، چطور یه آدم مسئول جاسوس کاگبه روسیه تمام مخفیگاه حزب رو خبر داره؟ اگر اینطور واقعا بود، به گمان من خیلی بدتر بود. من فکر میکنم آدم اینها عوامل نفوذی داشتن. خیلی همونطوری که حزب توده در رژیم عوامل نفوذی داشت، رژیم در اونها عوامل نفوذی داشت. کار خیلی دقیق دراز مدت کردن، اینها رو شناسایی کردن و در لحظه ای که به رغم تمام خوشخدمتی هایی که حزب توده کرد، خاطرات رفسنجانی رو بخونید، میگه که چقدر چند بار رهبری حزب توده میاد تقاضای دیدار میکنه در منزل خود رفسنجانی. اون که ماجرای نوژه رو اونجا رو میده، ماجرای نوژه رو میرن ساعت، میگه رفسنجانی میگه ساعت 4 اومدن و اتفاقا خامنه‌ای هم اون شب خونه رفسنجانی خوابیده بود. میان و ماجرای نوژه رو میگن و اینا بلند میشن میرن منزل آقای خمینی و تصمیم میگیرن که ضربت رو قبل از اینکه ضربه بخورن وارد بکنن. ولی به علاوه اون میگه که گهگاه اینا میان، کیانوری میاد و به بهانه اینکه ما اطلاعاتی در مورد اپوزیسیون داریم، در واقع فقط قصد قربت داره، قصد نزدیکی به رژیم رو داره. به رغم همه این کارا، به رغم دفاع واقعا به گمان من بیشرمانه از استبداد و از دادگاه های جنایتکارانهی که وجود داشت و از ترغیب این رژیم به جنایت بیشتر، با این حال در اون لحظه تاریخی که تصمیم گرفتن بزنن، همه رو زدن و انسانهای شریفترین این انسانها رو، کسانی مثل رحمان حاتفی، معلوم نیست رحمان به یه روایتی خودش رو کشته، به یه روایتی زیر شکنجه کشته شده، فردین مدرسی معلوم نیست به یه روایتی دوباره شکنجه شده، به یه روایتی تیربارون شده. من تردیدی ندارم که هر دو اینها محکم وایستده بودن سر مواضع خودشون، ولی مواضعشون متاسفانه در اون موقع، به رغم اینکه هر دو اینها حداقل به گمان من انسانهای شریفی بودن، مواضعشون در خدمت یک پدیده بسیار بسیار استبدادی و خلاف منافع ملی ایران و دموکراسی بود. آقای دکتر، خامنه ای هم گفته که در یک برهه از زمان و در همان اوایل انقلاب همه چیز در تویول حزب توده بود. چنین حالتی را من و هر کسی در اوایل انقلاب حس می کرد که توده ای ها و جریان چپ به خصوص حزب توده بر همه چیز مسلط بودند. در زمان دکتر، یک شنونده زنگ زدند
گفتن که اسامی افسران رو سرگرد فولادج در اختیار رژیم قرار داده. ایشون یه برادری هم داشته که اون توده‌ای بوده ولی خود ایشون طرفدار رژیم بوده، رژیم سلطنتی. این رو این شنونده گفت. من هرگز نشنیدم روایتی که فولادش. بله، روایتی که در تاریخ رسمی مثلا سازمان نظامی هست. رکن دو یک کتاب سیاهی تهیه کرد به تاریخ. بله. اینها رو نوشت اونجا وقتی که اینها رو نوشتن، تا اونجایی که من میدونم و تمام دیگه گزارش هایی که من دیدم و تواریخی که من دیدم، حکایت از این داره که عباسی رو تصادفی میگیرن و در تملکش این دفترچه بوده. نمیفهمم این دفترچه چیه، برای اینکه به فرمول های ریاضی فقط داشته، حالا یا از طریق شکنجه یا از طریق وعده و وعید یا از طریق شکستنش توسط تیمسار مبصر یا از طریق آمریکایی ها، به یکی از این طرق که من نمیدونم کدومه، به هر حال رمز رو میشکنن و میرن اینها رو دستگیر میکنن یا عمدهشون رو دستگیر میکنن. به هر حال روزبه کماکان فرار میکنه، مدتا میتونه مخفی بمونه. ولی در بعد انقلاب به گمان من اونچه که واقعیت داشت و امروز روشنه، اون زمان من فکر میکنم کسانی که حتی وقوف داشتن به این قضیه اگر میگفتن خب مورد حمله قرار میگرفتن، این بود که حزب توده تونسته بود نفوذ فراوانی در تشکیلات شرکای فدایی خلق بکنه و شرکای فدایی خلق و خود حزب توده از طریق افرادش که در نقاط فرهنگی خیلی کلیدی بودن، در انتشارات نقش خیلی مهمی داشتن. در کیهان رحمان حاتفی سردبیر کیهان بود، اسدی زیر دستش بود، خانم نوشابه امیری زیر دست اینها بودن. یعنی اینا کیهان رو عملا میچرخوندن. و شما الان که برگردید نگاه بکنید به سرمقاله های کیهان، میبینید نفوذ اینها رو. سرمقاله کیهان میگه چریکای فدایی خلق و چریکای مجاهد و نیروهای مسلح حزب توده رفتن فلان جا رو گرفتن، در شرایطی که هیچ کس اصلا فکر نمیکرد حزب توده حضور چندانی داره. رهبری در خارج بود، یه شبکه کوچیک نوید در داخل بود و دیگه شعارها. من واقعا این گفتگو رو خوب یادم میاد، رحمان تیتر گنده زد در کیهان که خمینی گفته بود در جمهوری اسلامی، حالا اسمی دقیقش یادم نیست، همه آزادن حرفهای خود را به حرف بزنن، همه آزادن حرف بزنن. بعد اون زیر، حالا این عبارت یادم نیست ولی مضمون اینه، اون زیر نوشته بود در چارچوب، البته تا زمانی که خلاف اسلام نباشه. اون تیتر گنده که همه آزادن نصف سفر رو گرفته بود. اون شب من رحمان رو دیدم، گفتم رحمان این اصل ماجرا اون زیره است، اون بالایه نیست. این که میگه در چارچوب اسلام، خب این معلوم نیست منظورش چیه، که این چارچوب تعیین میکنه. اون میگفت که ما اگر این رو، یعنی این مفهوم آزادی خواهانه رو رواج بدیم، اون دیگه امکان این که اون روایت خودش رو تحمیل بکنه نخواهد داشت. یعنی شما اون تیترها رو نگاه میکنید، تیترهای کیهان رو در اون زمان نگاه میکنید، خیلی خط حزب توده درش دیده میشه. ولی در این حال دانشگاه مثلا گمان من نیروهای غیر توده‌ای و مجاهدین خیلی چیز داشتن، شاید به یه روایتی مجاهدین هم در خط حزب توده بودن، برای اینکه الان میدونیم که
در ماجرای سعادتی خب اینها با شوروی تماس داشتن، با شوروی مبادله اطلاعاتی کردن، میخواستن لیست پرونده مغربی رو به شوروی تحویل بدن. پول خواسته بودن ازشون، مثل این که از شوروی پول هم خواسته بودن. نه پول 1986 خواستن. 1986 من در یه مقاله‌ای که به انگلیسی نوشتم، هر دوی به این مقاله تقاضای وام 350 میلیون دلاری اشاره کردم. البته بعضی از طرفداران مجاهدین به اون روز مجله طبق معمول نامه نوشتن و فحاشی کردن، گفتن که چنین سندی وجود نداره. من این دوستانی که این فحشار دارن دادن توصیه میکنم که تشبیهن دانشگاه استنفورد، در دانشگاه کافیست یک اندک تحقیقی بکنن، این نامه ها رو اونجا خواهند دید که نامه ایست که از طرف کمیته مرکزی مجاهدین و از خود آقای رجوی به رفیق گورباچف وام 350 میلیون دلاری برای مبارزه با امپریالیسم و رژیم خمینی. ولی این در 86 هست. این که عرض میکنم 79 یعنی بعد از انقلابی که اینها در حمله به دفاتر سواک پرونده مغربی رو پیدا کرده بودن. مغربی یک تیمسار ارتش بود، جاسوس کاگبه بود، بالاترین جاسوس کاگبه در ایران بود و اداره هشتم سواک که مسئول ضد اطلاعات شوروی بود اینو کشف کرده بود و بازداشتش کردن و اعدامش کردن. برای کاگبه بسیار مهم بود که بدونن این چگونه لو رفت و این پرونده به دست مجاهدین افتاده بود و اینها قرار میذارن که مبادله بکنن پرونده رو با اون لیست که در لحظه مبادله بازداشت میشن، هم نماینده شوروی و هم سعادتی. اگه یادتون باشه کسی به نام ماشالله قصاب بازداشتش میکنه که بعدم سعادتی رو به جرم جاسوسی کشتن، این رژیم کشتش. آقای دکتر، من فضولتا پیشنهاد میکنم شما تاریخ حزب توده ایران هم بنویسید. ولی یه مقداری که من نوشتم هم در کتاب شاه هم در کتاب نامداران ایران تقریبا همه مطالبی که عرض کردم در اونجا هست به اجمال. به هر حال یه کتاب مستقل ارزشش رو داره. می‌بینید یه پدیده ایست از گذشته و اتفاقا یکی دو تا کارهای خیلی جالبی داره صورت میگیره در این مورد که به نظر من خیلی نکات رو روشن میکنه. مثلا آقای گلستان، ابراهیم گلستان دو جلد خاطرات داره می‌نویسه که خیلی از این ظرایف آغاز کار حزب توده رو و اینکه چگونه اینها کسی مثل گلستان کشیده میشه به درون حزب. ابراهیم گلستان آدم خیلی ساده‌ای نبود و میاد در یه فاصله کوتاهی سردبیر مجله روزنامه میشه و در یه فاصله کوتاهی میکشه کنار و میره میفهمه که اینجا جای اون نیست، این تشکیلات اون چی که فکر میکرده نیست و برخی از این نکات رو داره در این خاطراتی که امیدوارم هر چه زودتر چاپ بشه نام بخونیم. بله منم همینطور. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر میلانی عزیز، شبتون خوش. سفری رفته بودید به شوروی اون زمان و مسکویشون رو دیدید؟ بله. از اون دیدارتون بگید. خب اونجا دیدمش، بعد در 12 سال دیدم سیاوش. خب خیلی خاطر انگیز رو دارم که دیدمش اینها، ولی شب دیدم که خیلی سیاوش همیشگی نیست. اون سیاوشی که پر جنب جوش بود و پر انگیزه و صحبت میکرد و حرفای قشنگ میزد و اینها اصلا نیست، خیلی فرو رفته تو خودشه. خیلی اتفاقم سیاوش برگشت من گفت که شجریان خوب گوشاتو بکن چی بهت میگه، هر چی که بهت میگم عینش میره به سایه و به بچه‌ها میگه. گفتم خب چیه؟ تست کردم که میخواد
گریه کنه قد نارد که ریزی زم که شروع که صحبت کردم دیدم که چشاش پر اشک شد و همونطور بعد گفت فلپین هجریان برو به سایه و به بچه ها بگو این فلان فلان شده ها به همه ما دروغ گفتن همه ما رو فریب دادن هیچی در بساطشون نیست آه در بساط ندارن و ما فریب خوردیم من نراه پس رو نراه پیش اینجا گیر افتادیم شما دنبال ما نیاین اینا اینجوره گفتم آقا سیاوش من چجور بگم گفت برو بگو سایه برو بگو من میخوام وجدانم آرام باشه بعدم سایه رو دیدم گفتم که من پیامی دارم از سیاوش گفت ها چیه؟ من گفتم اینه پیامش که سایه اصلا خوشش نیامد خیلی رفت تو هم رفت سایه اصلا فرو ریخت واقعا عجول در حرف زدن در تصمیم گرفتن در قضاوت کردن در این سالهایی که در مسکو بود یه شاعر فوق العاده خوب به وجود آمد و یه دوران پختگی خاصی برش پیدا شد و شانس بزرگش این بود که از جمعی که در ایران دورش بودن بریده شد از اون بریدن بیچارش کرد من شنیدم در مسکو دائم نشسته و گریه میکرد